نه تنها در زندگیش موافق و مخالفان بسیار داشت که پس از مرگش نیز ساکنان زادگاهش از او به دو شیوه متفاوت یاد میکنند. جوزف استالین، رهبر شوروی سابق که اصالت گرجستانی دارد، برای شماری از مردم این کشور یک قهرمان است که شوروی را به پیروزی در جنگ دوم جهانی رسانید. برای شمار دیگری اما او یک دیکتاتور و مسئول جنایات است که منجر شد جان هزاران گرجستانی با اعدام و تبعید گرفته شود. این مرد بخشی از تاریخه و ممکن نیست اونو نادیده گرفت. میراث او اینه که جهان را تغییر داد. چه خوشتون بیاد چه نیاد، تمام اهمیت شهر کوچک گوری به خاطر اینه که استالین اینجا به دنیا اومده. واقعیت اینه که اینجا موزه است و من اینجا کار میکنم. این نشونه دموکراسیه، زیرا در دموکراسی شما باید هر دو سو رو نشون بدید. هرچند من از خانواده میام که پدر و مادرم هر دو زیر سرکوب بودن. در حالی که 30 سال از فروپاشی شوروی و استقلال گرجستان می‌گذرد، شهر کوچک گوری همساله میزبان گردشگران فراوانی است که برای دیدن زادگاه جوزف استالین به این شهر می‌آیند و از موزیم استالین که 64 سال پیش ساخته شده دیدن می‌کنند. در شهر گوری بیش از 47 هزار اثر مربوط به استالین برای گردشگران به نمایش گذاشته شده، از جمله ماسک مرگ او. البته برای برخی باشندگان این شهر استالین قهرمان نیست و به تحسین نمی ارزد. فکر نمی کنم آلمانی ها هیتلر رو تحسین کنن، چون اون کارهای وحشتناکی کرد، درست شبیه استالین. اون چه مرا جذب کرد این بود که هیتلر ایده اردوگاه کار اجباری رو از استالین رو بود و این دیوانه کننده است. من نمی دونستم که اون صاحب این ایده وحشتناک بوده. به هر حال فکر می کنم مردم تاریخ رو خوب نمی دونن و این باید به شکل ملایم تری اصلاح بشه تا مردم حقیقت رو بدونن. میراث استالین در سراسر جهان مخالفان و طرفداران خودش را دارد، چنان که اینجا در یکی از موزیم های مسکو یکی از معدود مجسمه های استالین که او هم آسیب دیده نصب شده و با گفته برخی از افراد این مجسمه در حالی که انتقال میافت به این موزیم آسیب دیده و مسئولین نخواستند که دوباره ترمیمش بکنند. اما برخی دیگه هم میگه که بینی استالین در این مجسمه مخالفانش بریده اند. خیبر عاکفی، مسکو.